به نام خدا. در قسمت 25 از درس هیدرودینامیک پیشرفته ادامه میدیم مبحث مربوط به مدل سازی جریانات آشفته و مدل های آشفتگی رو. یه سری توضیحاتی رو من درس قبل دادم، توضیحات تکمیلی رو در اینجا خدمت شما ارائه میکنم. قبلا در ارتباط با مدل کی اپسیلون استاندارد ما یه سری توضیحات خدمت شما دادیم و نقاط ضعف و قوتش هم خدمت شما گفتیم، اما در اینجا میگیم که برای پوشش ضعف‌های مدل کی اپسیلون استاندارد خدمت شما گفتیم، کاری که انجام میدن این هستش که علاوه بر مقیاس زمان آشفتگی کی بخش بر اپسیلون که قبلا داشتیم، مقیاس زمانی دیگری به صورت رو کا بخش بر جی هم در نظر گرفته میشه که به کمک آن میتوان نرخ اضمحلال ویسکوز را به نرخ کرنش متوسط در جریان مرتبط ساخت. و این پارامتری که میان در نظر میگیرن، معادله دومی رو که ما در کی اپسیلون استاندارد داشتیم رو تغییر میدیم و به این شرایط و به این صورت بازنویسی میشه. یعنی از اون دوتا معادله که داشتیم، معادله اول که مثل قبل هستش، معادله دوم به این صورت تغییر میکنه و ضرائب به اصطلاح C1 و C2 و C4 و زیگما کا و زیگما اپسیلون هم به این صورت در اینجا نوشته میشه و مقادیر به دست میاد. شرایط مثل همون شرایط قبلی هستش که ما خدمت شما گفتیم، اما مزیتی که به دست میاریم چی هستش؟ در جاهایی رو که ما به اصطلاح داره چرخش هستیم و جریان پیچشی داریم، مثل شرایطی که مثل داخل نازل ها پروانه هایی که داخل نازل کار میکنه یا شرایطی که در پمپ ها استفاده میشه، در این شرایط میتونه جواب های بهتری رو به ما بده. و اگر که ما مدل سازی با کی اپسیلون استاندارد رو انجام دادیم و جواب های خوبی نگرفتیم، میتونیم از این مدل توسعه یافته کی اپسیلون چیکار کنیم؟ استفاده بکنیم. اما روش دیگه‌ای که وجود داره، زیر مجموعه خانواده کی اپسیلون محسوب میشه، RNG کی اپسیلون بهش میگن که رینورمالایزد گروپ بهش میگن، که در واقع این هم نمونه بهینه شده از مدل استاندارد کی اپسیلون هستش. در این روش هم مثل روش قبل ما یک کرم اضافی به نام اتا اضافه کردیم که علاوه بر مقدار به سه پارامتر اپسیلون در اون معادله وارد میشه این پارامتر اتا و کمک میکنه به بهبود نتایج. و در کنار این مدل، همینطور که از قبل باز میدونیم، در کنار یکی از این روابط اساسی که داشتیم، میتونیم این مدل RNGK اپسیلون رو هم چیکار کنیم؟ استفاده بکنیم. رابطه‌ای که براش داریم الان شما به این صورت در اینجا دارید که شما در اینجا ملاحظه میکنید که دو تا معادله داریم و با توجه به دو تا مجهول و معادله دیگه که برای اتا در اینجا ارائه شده، این مقادیر قابل حل هستش و در اینجا اتا به این صورت به دست میاد. در کنار اون مقادیر کی و اپسیلون هم محاسبه میشه که اینها با توجه به تمهیداتی که براش در نظر گرفته شده داره دقت بیشتری هستن. این هم که ضرایبی هستش که براش پیشنهاد شده و بعداً یک سری ضرایبی رو با توجه به تحلیل‌هایی که انجام دادن گفتن که این یاهود و همکاران کسانی هستن که این به اصطلاح مدل رو ارائه کردن، ولی بعداً نتایج تحلیلی که انجام شده و نتایج به اصطلاح آزمایشگاهی این رو نشون داده که اگر که این ضرایب رو با این مقادیر جایگذاری بکنن، نتایج بهتری رو میگیرن. اما ویژگی های این RNGK اپسیلون چی هست؟ میگیم این مدل علاوه بر دیگر ویژگی های مدل استاندارد کی اپسیلون داره خواص زیر نیز میباشد. به واسطه داشتن ترم های اضافی در معادله اپسیلون، تحلیل جریانات سریعا کرنش یافته و جریانات بر روی سطوح با انحنای زیاد بهبود یافته است. اثرات سویر بر روی آشفتگی جریان وارد شده است. در مدل سازی جریانات گذرا توانایی بالایی دارد. انتقال جرم و مومنتوم از دیواره در این مدل بهتر پیش بینی شده است. اما این تا اینجا به اصطلاح مدل های مختلف آشفتگی که به نوعی در مجموعه خانواده کی اپسیلون بودند و هر کدوم از اینها، حالا اینا رو من نیاوردم در منابعی که شما مراجعه میکنید، هر یک از اینها رو طول تفسیر زیادی براش اومده که مثلا این معادلاتش به چه صورت شده، چرا به اینجا رسیده، خود این اتایی که اینجا هست چه کاری انجام میده، چرا اینها وارد شده. اینها رو دیگه واقعا توضیحاتش شاید در اینجا دیگه ضروری نباشه و ما اگر وقت زیادی در این زمینه بگذاریم دیگه از مباحث اصلی دور بیفتیم. به همین دلیل دیگه در همینجا اکتفا میکنم. فقط خواستم که ساختار کلی رو بدونید که به چه صورت هست و ما مدل های آشفتگی که میگیم از چی صحبت میکنیم. اما تا اینجای کار از مدل های با رینولدز بالا صحبت کردیم. هر جا که ما صحبت از کی اپسیلون میکردیم، منظورمون همینطور که گفتیم جریانات با رینولدز بالا هست. اما گفتیم مدل های خانواده کی اومگا مدل هایی هستن که به اصطلاح برای رینولدز های پایین هم مناسب هستن و ما در جاهایی رو که جریان ما جریان رینولدز پایین باشن،
دقت نتایج ما در کی اومگا از کی اپسیلون چی هست بیشتر خواهد بود. فقط تفاوتی که در اینجا داشت به چه صورت بود؟ تفاوتی که این سفر رو یه لحظه گمش کردم، تفاوتی که داشت چی بود؟ فقط ما در روش کی اپسیلون از نرخ اضمحلال لزج اپسیلون استفاده میکردیم، اما در اینجا از اومگا استفاده میکنیم که توضیحاتش رو خدمت شما دادم و دیمانسیونش رو براتون توضیح دادم که فرکانس آشفتگی یا اومگا بهش گفته میشه و مقدار کا هم مقدار انرژی جنبشی آشفتگی هم که گفتم در مثلا هر دوتا مدل تکرار میشه. حالا در اینجا به چه صورت رابطه رو به دست میاره؟ باز به روش به اصطلاح دیمانسیونی ما میتونیم رابطه رو به دست بیاریم. یه رابطه کلی قبلا خدمت شما گفتیم که مقدار میو تی متناسب بود با رو یو ال دلتا ال. منتها اینجا دقت بکنید که مقدار دلتا ال رو میاد وابستگیشو بر حسب اومگا میاد اینجا چیکار میکنه بیان میکنه. یعنی اون دیمانسیونی رو که الان میخواد یک بر ثانیه رو که بیاد در نظر بگیره که این متر بر ثانیه، این الان متر بر ثانیه به توان دو هست، رادیکال که میگیریم میشه چی؟ متر بر ثانیه در صورت میاد. یک بر ثانیه هم در مخرج ما داریم، ثانیه با ثانیه هست میشه، یک مقدار ام در صورت میمونه که میشه چی؟ دیمانسیون طول که ما برای به اصطلاح طول مقیاس آشفتگی میومدیم استفاده میکردیم. یکی هم به اصطلاح سرعت مقیاس بودش که مقدار یو تی هست که این هم متر بر ثانیه به توان دو بود. خب رادیکال که بگیریم طبیعتاً مقدار متر بر ثانیه به دست میاد. خب الان ما اگر این دوتا رو در هم دیگه ضرب بکنیم در صورت ما مقدار کار رو خواهیم داشت. رادیکال کا در رادیکال کا ضرب میشه، یعنی طبق اینجا ما در هم دیگه ضرب بشه. در مخرج هم مقدار اومگا رو داریم، یک مقدار رو این پشت قرار میگیره و یک ضریبی که چیکار میکنه این مقدار متناسب است رو تبدیلش میکنه به مقدار برابر با مساوی، یعنی میو تی میشه برابر با سی میو رو در کا بخش بر چی؟ اومگا. این میشه رابطه ای رو که ما چیکار میکنه برای ما بعد از محاسبه کا و مقدار اومگا از جاگذاری در این رابطه ما مقدار میو تی رو به دست میاریم و میو تی هم منجر میشد به اصطلاح تنش های رینولدز. اما رابطه ای رو که استفاده میکنیم به چه صورت هست؟ الان در رابطه ای که اینجا داریم، خب معادله ما گفتیم که مدل ما مدل های دو معادله ای هستش، استران که اپسیلون که اومگا رو که میگفتیم و زیر مجموعه هاش رو میگفتیم، اینها جزء مدل های دو معادله ای هستن. خب الان اینجا ما دو تا معادله داریم و دو تا مجهول کی و اومگا. در داخل معادلاتمون چی داریم؟ باز مثل قبل مثل روش کی اومگا میگیم که اینجا خیلی به هم دیگه شبیه هستن. در اینجا مقدار معادل کار رو داریم، مقدار میو تی رو داریم و مقدار اومگا رو. در خود میو تی که بیان میشه در واقع همین کا و اومگا حضور دارن، یعنی پارامتر مستقلی نیستش. در این پایین هم که نگاه میکنید به همین ترتیب شما پارامتر اومگا رو میبینید و مقدار کار رو در اینجا دارید به شکل‌های مختلف میبینید که ظاهر شده. در این مثلا معادلات ما مقدار کا و اومگا رو به دست میاریم. یه سری ضرائب داره، با ضرائبش اینجا اعداد ثابتی هستن. خیلی ضرائب حروفی که اینجا نوشته میبینید رو خیلی وحشت نکنید، اینا اعداد ثابتی هستن، معادلش داده شده که طبق ضرائب تجربی چون به دست میاد ممکنه که حالا در بعضی از منابع این معادلش با توجه به نوع مسئله، اون نوع مسئله که حل میکنن، این مقدار ضرائب رو براش مقدار متفاوت داشته باشن. این مقادیر جی و بی رو هم که دقیقا مثل قبل هستش تفاوتی نمیکنه و اینجا هم که شما فرمولاشو نگاه میکنید همین کی و اومگا رو در داخلش میبینید. فقط در گذشته شما در روش مثلا کی اپسیلون مقادیر کی و اپسیلون رو داشتید، در اینجا کی و اومگا رو در داخل این فرمولها خواهید دید. اما در ارتباط با ویژگی های مدل ویلکوکس کی اومگا به چه صورت میگیم؟ میگیم این مدل کی اومگا نسبت به مدل استاندارد کی اپسیلون در جریاناتی که شامل کاهش سرعت و جدایش جریان ناشی از گرادیان فشار معکوس می باشد بهتر عمل می کند. یعنی چرا اینطوری بود؟ کلا ما گفتیم که این مدل های کی اومگا کلا برای نواحی که به اصطلاح رینولدز پایین باشن بهتر عمل می کنند و طبیعتا در جاهایی رو که شما کاهش سرعت و گرادیان فشار معکوس داشته باشید و جدایش جریان، در این جاها عملکرد بهتری رو خواهند داشت. اما دقت بکنید که این تفاوت دیگه ای رو که مثلا دارن و مثلا این روش های کی اومگا با روش های کی اپسیلون این هستش که در این روش های کی اومگا چون ما کلن عملکرد اینها برای رینولدز های پایین هست، ما از توابع دیواره دیگه در اینجا لزومی نداره که استفاده بکنیم. ما در روش کی اپسیلون کجا مثلا کی اپسیلون رو استفاده میکردیم؟ چون میگفتیم که در نزدیکی مرز دیواره محدوده رینولدز محلی ما پایین هست
و KFC رو نتیجه درستی خوبی نمیده. پس بنابراین تا یه ارتفاعی رو به توابع دیواره میومدیم بالا و از اونجا به بعد رو از KFC رو استفاده میکردیم، ولی در K اومگا خیلی نیازی واقعا به توابع دیواره نیستش، یا اگر هم باشه مقادیر خیلی کمی از به اصطلاح توابع دیواره رو، یعنی وای پلاس های خیلی کمی رو میتونید استفاده بکنید و خود این به اصطلاح مدل کی اومگا تا روی مرز جسم هم میتونه جواب بده. و این خودش چه چیزی رو به شما القا میکنه؟ این هستش که شما وقتی که از توابع دیواره استفاده نمیکنید یا مقدارش رو خیلی کم در نظر میگیرید، این یعنی هستش که شما از نزدیک چسبیده به لب مثلا دیواره مشمندیاتون رو شروع میکنید، با توجه به گرادیان های سرعت زیادی رو که ما روی مرز دیواره داریم، اونجا المان ها باید خیلی خیلی متراکم و ریز باشن و با یک نسبت انبساط مشخصی که 1.2 تا 1.3 هست رشد بکنن. در مجموع باعث میشه که شما وقتی که از کی اومگا استفاده میکنید، تعداد المان هاتون و مقدار وای پلاستون خیلی خیلی کم یا در حد صفر در نظر بیاد، یعنی در واقع توابع دیوار رو در نظر نگیرید، تعداد المان هاتون خیلی زیادتر میشه و در نتیجه زمان حلتون افزایش پیدا خواهد کرد. ولی کلا این کمک میکنه به شما که دست شما باز بشه در مواقعی که رینولدز پایین داریم هم استفاده بکنید. اما مدل دیگه ای رو که داریم که مدل انتقال تنش برشی کی اومگا هست، یا SST اومگا بهش میگن، شیر استرس ترانسپورت بهش میگن، SST کی اومگا، این هم در واقع یکی از زیر مجموعه های کی اومگا هست، ولی اومده در واقع تلفیق کرده کی اپسیلون رو و با کی اومگا رو، یعنی در جاهایی رو که ما جریان داشته باشیم، در جاهایی که دور از دیواره باشیم، رینولدز محلی ما بالا باشه، از کی اپسیلون استفاده میکنیم. جاهایی رو که نزدیک به دیواره باشه، لذت غالب باشه، سرعت‌های ما پایین باشه، رینوز محلی ما پایین باشه، از کی اومگا استفاده می‌کنیم، که این گفتم یک ضعف ذاتی داره، به خاطر اینه که با در نقاط مختلف و در محل‌های مختلف سویچ کنه بین مدل کی اپسیلون و کی اومگا، ممکنه که در این شرایط دچار ناپایداری بشه و رفتارهای ناپایدار رو از خودش بروز بده یا همگراییش دچار مشکل بشه. این یک مقداری ضعف ذاتی این روش SST کی اومگا هستش، ولی اگر که حل ما همگرا بشه و ناپایدار نشه، در این شرایط ما میتونیم چی جوابهای خیلی دقیق و خوبی رو در حیطه وسیعی از مسائل مهندسی ازش استفاده بکنیم با دقت بسیار بسیار به اصطلاح بالا، که مواردی رو که ما حالا بیشتر باش سر و کار داریم، حالا مواردی مثل شوک گذارا و فلان اینها رو که باش سر و کار نداریم، ولی در مواردی که ما گرادیان فشار معکوس رو داریم که در بدنه شناور هم که گفتیم اتفاق میفته، این روش SST کی اومگا میتونه جوابهای خوبی رو در واقع داشته باشه. اما میگیم که این مفهوم واگرایی رو که میگیم به چه منظور هست؟ میگیم که ما مقادیر کی اپسیلون و اومگا از نظر فیزیکی باید مثبت باشد و منفی شدن آنها باعث واگرایی و پاسخهای غیر منطقی میشه. یعنی شما مقادیر به اصطلاح منفی، اینا یه پارامترهای فیزیکی هستن که باید همیشه مثبت باشن. موقعی که شما مقادیر منفی از اینها رو داشته باشید، در شرایطی که ناپایدار میشن، یعنی شما یک اختشاشی به اصطلاح سیستم وارد میکنید، اگر رفتار ما به اصطلاح پایدار نباشه، دامنه نوسانات زیاد میشه، در یه مواقعی مقادیر منفی میشه. وقتی که منفی میشه، این مقادیر خب مقادیر اشتباهی هستن و مفهوم فیزیکی ندارن، در بین المان های دیگه هم منتشر میشن و شما میبینید که همین منفی بودن این مقادیر و به اصطلاح مشکلی که وجود داره، کل جریان رو آلوده میکنه و کل جریان شما به قول معروف غیر همگرا خواهد شد و جواب منطقی به شما نخواهد داد. و یه سری موارد دیگه هم حالا در این زمینه بحث بسیار هستش که حالا شما چیزهایی که باعث ناپایداری میشه، ریشه اینها از کجا هست و چگونه میشه اینها رو درمان کرد، اینها خودش بحث های دامنه داری هستش که شما باید در درس CFD اگر گرفتید به اصطلاح اینها رو مطالعه بکنید. میگیم در نواحی عاری از آشفتگی و جریان آرام، مقادیر کی اپسیلون و اومگا برابر با صفر خواهند شد. خب این که بدیهی است، وقتی که یعنی اصلا اینها ماهیتا اینا رو ما کجا تعریف میکنیم؟ برای جریان آشفته. وقتی جریان آرام باشه اینها با صفر بشن. در بعضی از تئوری مدل سازی که خدمت شما گفتم قبلا که اگر که ما اینها رو برای جریان آرام استفاده بکنیم، بعضی از این مقادیر شاید صفر نشه. اگر صفر نشه، یعنی ما اینها رو در جریان آرام نمیتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ چون داریم میگیم منطقاً در جریان آرام این مقادیر باید برابر با صفر به دست بیاد.
یا در مواقع دیگه، جایی که الان شما در فرمول ها اپسیلون به توان دو بخش بر کا رو مثلا داشتید، کا به توان دو بخش بر اپسیلون رو داشتید، این ذرایی بودش که شما در مدل های مثلا دو معادله ای از اینها زیاد میدیدید. میگیم با صفر شدن این مقادیر، عباراتی مانند این عبارت هایی که اینجا دارین داره مقادیر مبهمی خواهند شد. چرا؟ چون شما الان اینها رو در مخرج کسر دارید. موقعی که کی یا اپسیلون خیلی کوچک بشه یا نزدیک به صفر بشه، این عبارت ها موقع صفر شدن مقادیرش به بی‌نهایت میگذره و غیر منطقی و نامفهوم خواهد بود. میگیم همچنین در نواحی که مقادیر کی و اپسیلون خیلی کوچک بشن، حالا صفر هم نشه لزوما، نسبت های فوق نسبت هر گونه تغییرات اغتشاشی در اندازه کی و اپسیلون بسیار حساس بوده و شروع به نوسانات شدید و غیر عادی از یک گره به گره دیگر می کند. این امر می تواند باعث ناپایداری شده و به سرعت در نواحی تماما آشفته نیز منتشر شده و حل عددی را بعد از چند تکرار به سرعت آلوده بکند. یعنی چی؟ یعنی همین دقیقا رفتاری که اینجا گفتم اتفاق افتاد. وقتی که به اصطلاح ناپایدار باشه، دامنه نوسانات به یک باره که زیاد بشه، بعضی از این مقادیر منفی خواهند شد و به اصطلاح این چیکار میکنه؟ کلا حل شما رو غیر منطقی و واگرا خواهد کرد. که اینها ریشه در کجا داره؟ یا اینکه شما این مقادیری که دارید برابر با صفر خواهد شد، یا مقادیرش خیلی کوچک میشه و به اغتشاشات خیلی حساس میشه و دامنه نوساناتش افزایش پیدا میکنه. میگیم لذا استفاده از توابع دیواره در نزدیکی دیواره در جاهایی رو که رینوز محلی پایین هست کمک میکنه به همگرا کردن حل. نکنید شما الان در اینجا پارامترهایی رو که دارید به اصطلاح باش سر و کار دارید، یا مستقیما از سرعت به دست میاد یا از گرادیان سرعت به دست میاد. در مجموع در جاهایی رو که ما رینوز محلی ما پایین هست، یعنی مقادیر سرعت ما چیه؟ پایین هست. یعنی چی؟ تغییرات سرعت هم ممکنه که پایین باشه در این نواحی. خب وقتی که شرایط به این صورت باشه، یکی از این دو تا اتفاق ممکنه بیفته. این مقادیر مثلا فرض کنید که سرعت خیلی خیلی کاهش پیدا کنه، یا در یه جاهایی مثل در جاهایی رو که ما مثلا فرض بکنیم که گرادیان فشار معکوس داریم، سرعت به صفر نزدیک بشه یا صفر بشه اصلا، یا این مقادیر به اصطلاح نامفهوم میشن، یا اینکه شما این حالت پیش میاد و سیستم در مقابل اغتشاشات حساس میشه و رفتار ناپایداری رو در پیش میگیره. این شرایط اگر نخواهیم اتفاق بیفته، راه حلش چی میشه؟ استفاده از توابع دیواره. توابع دیواره چیکار میکنه؟ آیا ناپایدار میشد، غیر همگرا میشد؟ خیلی یه فرمولی بود، یه مقدار توزیع سرعت رو به شما میداد، همچنین پارامترهای دیگر آشفتگی رو در نزدیک دیواره در یک سری فرمول های خیلی ساده به شما میداد. در اینجا کمک میکنه به این، یعنی موقعی که شما از توابع دیواره استفاده میکنید، مزیتی که برای شما به ارمغان میاره این هستش که احتمال واگرایی رو کم میکنه. و به همین دلیل هم هستش که شما بر بعضی از مقالات میبینید که در جایی رو که همین روش کی اومگا هم استفاده میشه که میتونه اصلا توابع دیواره رو در نظر نگیره، ولی باز هم شما میبینید یک مقدار کمی از توابع دیواره مثلا وای پلاس برابر با مثلا 20 رو میاد در نظر میگیره، وای پلاس برابر با 5 رو یا 10 رو میاد در نظر میگیره، و این هدفش این هستش که کمک بکنه به همگرا کردن حل. اما برای رسیدن به جوابهای همگرا، علاوه بر مواردی که خدمت شما گفتیم، شرایط مرزی هم حائز اهمیت هست. همچنین اینکه بررسی بکنیم که تراکم مش مناسب هستش یا نیستش، و همچنین فرایند حل به چه صورت باید باشه. ناکنید ما در مورد شرایط مرزی میگیم که ما هر مسئله رو که داریم در نظر میگیریم، یک سری شرایط مرزی براش داریم. یعنی اون دومینی رو که میام تعریف میکنیم، طبیعتاً مثلا فرض بکنید که الان یک شناور هست در داخل یک دومینی، ما میایم اینو قرار میدیم. خب طبیعتاً در اینجا یک به اصطلاح شرط ورودی داریم، یک شرط خروجی داریم. اگر که جسم ما مثل این شکلی که الان اینجا داریم به صورت متقارن باشه، یک به اصطلاح شرط تقارن داریم، به صورتی که اینو به گونه‌ای در نظر میگیریم که تعداد مشهامون نصف بشه و زمان حلمون نصف بشه، و به اصطلاح از این نظر داره مزیت خواهیم بود. و یا مثلا شما ما که خود جسم رو دارید تعریف میکنید، شرط دیواره یا شرط عدم لغزش رو تعریف میکنید روی خود دیواره، و اینها شرایطی هستش که ما باهاش به اصطلاح تعیین میکنیم که شرایط مرزی مسئله ما به چه شکل و به چه صورتی هستش. خود به خود وقتی که شما این شرایط مرزی مثلا ورودی، خروجی یا تقارن رو تعریف میکنید، در اینجا مقادیری به عنوان مقادیر مرزی، به عنوان شرایط مرزی اولی، شرایط مرزی
در معادلات کی اپسیلون یا کی اومگا در نظر گرفته میشه. در یکی از مرزها ممکنه که شما شرط شما مثلا سرعت ورودی باشه یا در خروجی شما فشار رو در نظر بگیرید. اینها شرایطی هستش که کمک میکنه به حل معادلات مثلا مدل های دو معادله. اما بحث بعدی که به اصطلاح حائز اهمیت هست تراکم مش و توزیع فضایی هست. من در جلسات آینده در یکی دو جلسه آینده در ارتباط با تراکم مش به اصطلاح توضیحات بیشتری رو خدمت شما خواهیم داد. قبلا روش زیاد صحبت کردیم که اینها یکی از عواملی که در تراکم مش خیلی اهمیت داره تنظیم مقدار وایت لاس هستش که وایت لاس باید مقدارش منطقی باشه. یه سری توضیحات جلسات قبل دادم، توضیحات تکمیلی رو انشاءالله جلسه بعد و جلسه بعدترش خدمت شما خواهیم داد. اما در مورد تراکم مش این رو گفتیم که مقدار ریز بودن مش ها این که به چه صورت باید باشه، یکی کنترلش روی مقادیر وایت لاس هست، یکی کنترل چگالی مش و استقلال شبکه هست. این که ناکنید باز حالا میگم این جلسه بعد میخوام بیشتر صحبت بکنم در موردش، نه اینجا، ولی کلن این رو خدمت شما گفتیم که همیشه تعداد زیاد مش حائز اهمیت نیست. بعضی از مواقع برای ما تعداد مش های نزدیک به دیواره حائز اهمیته. اگر که شما نیروها رو دارید بررسی میکنید با توجه به اینکه الان شما محدوده تغییراتتون در کدوم نیرو هست، نیروهای لزجت داره تغییرات میشه یا نیروهای فشاری، در اون شرایط شما میتونید تصمیم بگیرید که آیا مش های نزدیک به دیوارتون الان دچار اشکال هست یا مثلا مش های دور از دیواره. در این زمینه انشالله جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. یکی از عوامل دیگه یعنی که حائز اهمیت هست در ارتباط با تنظیم تراکم مش، عدم تغییر ناگهانی مش ها هستش که این رو هم شما از قبل میدونید و حالا جلسه بعد هم باز یه سری توضیحاتی میدم که در ارتباط با به اصطلاح تنظیم تراکم مش و تعداد مش ها پارامترهای و مشخصات هندسی مختلفی از مش ها رو ما میتونیم چیکار کنیم، رو اونجا بیان تغییرات بدیم. وقتی که اونها رو تغییرات رو اعمال میکنیم طبیعتاً این که چگونه این مش ها رو تغییر بدیم در همگرا شدن یا نشدن هم تأثیر داره و همچنین به اصطلاح توزیع مش های ما رو هم مشخص میکنه. مثلا ما در نزدیک دیواره از ممکنه مش های مکعبی استفاده بکنیم، در نواحی دور از دیواره از مش های چند وجهی استفاده بکنیم به گونه ای که ابعاد مش ها هم بزرگتر بشه و با توجه به فاصله ای که از دیواره میگیریم تعداد مش های ما کمتر بشه و ما یک مقداری به جواب پاسخ مون رو بتونیم زودتر در نظر زودتر بهش برسیم، در واقع زمان حلمون کاهش پیدا بکنه. اینها مواردی هستش که همگی دست به دست هم میدن تا ما بتونیم تراکم مش درستی رو به اصطلاح بهش برسیم و اون چه که در نهایت برای ما حائز اهمیت است که به این برسیم که تراکم مش ما درست بوده یا نبوده، اون فرایند ولیدیشن هستش که یه توضیحاتی قبلا دادم، باز هم در این زمینه مثلا جلسه بعد با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. اما مسئله بعدی که میمونه این هستش که استراتژی ها و الگوریتم های حل برای مدل های دو معادله ای به چه صورت هست. میگیم که ناکنید ما نوع روشی رو که یا اون الگوریتمی که انتخاب میکنیم به دو پارامتر اصلی بستگی داره. یکی خواص فیزیکی جریان ما هست که آیا اون پدیده های خاص درش اتفاق میفته یا نمیفته، با توجه به اون پدیده ها تصمیم بگیریم که ما الگوریتم به اصطلاح حلمون چگونه باید باشه. یکی اینم ظرفیت حافظه کامپیوتری که داریم و به اصطلاح مقدار قابلیت کامپیوتر ما خیلی تعیین میکنه که از کدوم یکی از این روش ها بتونیم استفاده بکنیم. اما در حالت کلی ما میگیم در روش های عددی دو تا الگوریتم کلی برای حل داریم. یکی الگوریتم ایمپلیسیت هستش، یکی هم الگوریتم اکسپلیسیت. در اینجا ما تفاوت های عمده ای رو که بین اینها هستن رو خدمت شما میگیم. در حالت کلی میگیم که اینها دو تا روش برای گسسته سازی معادلات هستن که ما در روش های عددی میام چیکار میکنیم استفاده میکنیم. در روش صریح که اصطلاحا بهش اکسپلیسیت هم گفته میشه، نتایج در هر لحظه از نتایج لحظه قبل از آن به دست میآید. یعنی این میشه چی؟ مفهوم گام زمانی. یعنی ما میایم یک مثلا جسمی رو جریان روش عبور میدیم، در هر لحظه در هر گام زمانی متوقف میکنیم، حل رو انجام میدیم، یک گام زمانی میریم جلوتر، دوباره متوقف میکنیم، حل رو برای تمام گره ها انجام میدیم، دوباره یک گام زمانی میریم جلوتر. این مفهوم در کجا تعریف میشه؟ در حل اکسپلیسیت یا در الگوریتم اکسپلیسیت تعریف میشه. نتایج در این روش هنگام همگرا خواهد شد که گام زمانی به اندازه کافی کوچک باشد تا بتواند روند تغییرات سرعت و شتاب را
دنبال کنن که بدیهی شما ممکن یه جسمی رو دارید گام زمانی رو مثلا به جای اینکه بیاید مثلا یک دهم ثانیه در نظر بگیرید یا مثلا یک صدم ثانیه در نظر بگیرید، بیاید برابر با 2 ثانیه در نظر بگیرید. در اون فاصله زمانی جریان از طول زیادی از بدنه رد شده و در این بین شما نمیتونید رصد بکنید که چه اتفاقی افتاده و تغییرات سرعت و فشار رو و همچنین شتاب رو مثلا نخواهید داشت. از اینجا منظور فشار هستش که من اشتباه نوشتم شتاب، ولی خب طبیعتا موقعی که ما تغییرات سرعت رو داشته باشیم با مشتق گیری ازش به شتاب میرسیم، با انتقال گیری هم به مقدار جابجایی ها و مقدار x خواهیم رسید. تعیین گام زمانی بر اساس سایز کوچکترین المان ها هستش که این خیلی حائز اهمیت هستش و در این ارتباط در مورد ارتباط گام زمانی با ابعاد کوچکترین المان ها یک ضریبی تعریف میشد به نام عدد کورانت، که این عدد کورانت رو قبلا برای شما توضیحاتی دادیم که داستانش به چه صورت هست، اهمیتش در تعیین گام زمانی هستش که ما در مسئله در نظر میگیریم. اهمیت بسیار زیاد مشبندی در تحلیل ها و نتایج که اینجا خیلی در روش صریح یا روش اکسپلیسیت خیلی حساسیت داره به مثلا مشبندی که داره انجام میشه. یک مسئله با یک مشبندی اگر جواب نگیره، شما میتونید با تغییر مشحال مسئله رو به گونه پیش ببرید که مثلا جوابهای شما همگراه باشه. میگیم لذا در این روش تعداد المان ها بسیار کوچک و گام زمانی بسیار کوچک خواهد بود. طبیعتا وقتی که این شرایط باشه ما زمان حلمون یک مقدار چیه طولانی تر خواهد. اما در روش ضمنی یا روش انگلیسی چه تفاوت اساسی داره؟ میگیم در این روش معادلات به طور همزمان و از روش‌های تکرار حل می‌شوند و اثری از روند دنبال کردن پارامترها در گره‌ها نیستش. یعنی فرآیند که الان اینجا در نظر گرفتیم ماهیتاً دیگه اصلا اینجا چنین چیزی رو نداریم. چون اینجوری هست میگیم خب دیگه ما گام زمانی هم برای ما اهمیتی نداره که الان گام زمانی کوچکه یا بزرگه، چون در یک محل قرار گرفتیم و اینجا داریم پارامترها رو با تکرار کردن فرآیند حل در اون محل داریم به اصطلاح همگرا می‌کنیم. خب در این شرایط دیگه به اصطلاح گام زمانی اصلا تعریف نمیشه و اصلا اهمیتی نداره. لزومی ندارد که گام زمانی بسیار کوچک و مطابق کوچکترین المان‌ها باشد و مشکلی در همگرایی ایجاد نمی‌کند. عرض به خدمت شما که این تفاوت اینها هستش. میگیم از نظر تئوری در تمامی پروژه ها میتوان از هر دو روش استفاده کرد، ولی در عمل روش اکسپلیسیت یک روش رایج‌تر مهندسی هستش. یعنی شما اینجا که داریم گام زمانی رو داریم تعریف میکنیم، عدد کورانت رو تعریف میکنیم و مثلا حل ما رو داریم توضیح میدیم که مثلا به تعداد مشهای ما و توزیع مشهای ما خیلی اهمیت داره و حساس هست، این یعنی چی؟ یعنی روش حل اکسپلیسیت هستش و این موارد رو ما در روش حل اینکلوسیو نداریم و اکثر نرم افزارها هم همین از روش اکسپلیسیت استفاده میکنن. و نکته آخر هم این هستش که خدمت شما در پایان این مبحثی که الان میخوام بگیم این هستش که 4 تا روش کلی ما در گسسته سازی معادلات به اصطلاح داریم که از اینا استفاده میکنیم. یکی تفاضل محدود هست، یکی روش المان مرزی هست، یکی روش المان محدود و یکی هم روش چی هست؟ حجم محدود هست، که اینا هر کدوم هیته کاربردهای خاص خودشو داره. مثلا شما در کارهای سازه‌ای معمولا در نرم افزارهای مثل انسیس و اینا که می‌بینید در کارهای سازه‌ای با روش المان محدود استفاده می‌کنن. در بحث‌های هیدرودینامیک و سیالاتی شما می‌بینید که از روش گسسته سازی که استفاده می‌کنن روش حجم محدود هستش. حالا توضیحات بیشتر در این زمینه‌ها و روش‌های گسسته سازی معادلات رو در درس دینامیک سیالات محاسباتی یا همون CFD Computational Fluid Dynamics انشالله اگر که علاقه‌مند بودید باید این درس رو بگیرید و این موارد رو به اصطلاح ببینید. در این درس دینامیک سیالات محاسباتی معمولا این مباحث بیان میشه. الان این تصویر رو من از این سایت مکتب خونه گرفتم، این درس رو در اونجا به اصطلاح ارائه شده توسط خانم دکتر جعفری. اونجا مباحث کامل یا توضیحاتی که اینجا داده شده رو بخونید متوجه خواهید شد که شما در درس CFD چه مباحثی رو به اصطلاح میتونید متوجه بشید. اگر هم که علاقه‌مند بودید میتونید همین فیلم ها رو از این سایت به صورت رایگان دانلود بکنید و از اینها استفاده بکنید. کلا این سایت مکتب خونه یک سایت مهندسی بسیار عالی هستش که در امر آموزش واقعا یک تحول اساسی و بزرگی رو ایجاد کرده. من خودم از این فیلم های این سایت خیلی استفاده میکنم، مثلا در همین مباحث سیالاتی از 2 تا از اساتید به اصطلاح معروف در اونجا گذاشته شده، همه فیلم ها رو دانلود کردم و نگاه کردم. همینطور این به اصطلاح
درس CFD رو فیلماش رو دانلود کردم و در جاهایی رو که نیاز بوده نشستم نگاه کردم. در واقع به منزله یک کلاس خصوصی رایگان هستش که شما میتونید استفاده بکنید. همین فیلمایی هم که الان دارید گوش میکنید و میبینید رو، این رو من برای سایت مکتب خونه هم فرستادم، قبلی ها رو و این یکی ها رو هم میفرستم و شما هم در بعدها میتونید اینها رو اگر نیاز داشتید از همین سایت مکتب خونه دانلود بکنید. اما در چند دقیقه تأمل این جلسه میخوام خدمت شما بگیم که نگاه آینده دنیا به سمت غرب خواهد بود یا به سمت شرق. همینطور که میدونید بالاخره بعد از اتفاقاتی که در تاریخ معاصر افتاد و به خصوص بعد از جنگ جهانی اول و دوم، ساختار دنیا به گونه چیده شد که قدرت به اصطلاح سیاسی و اقتصادی و صنعتی دنیا در دست غربی ها بودش و کشورهایی که در قاره مثل قاره آسیا بودن علارغم وسعت و جمعیت زیاد خیلی محلی از اعراب نداشتند، که اون هم بیشتر به دلیل این بودش که دانش فنی کمی داشتن، صنایع ضعیفی داشتن، به تبعش اقتصاد ضعیفی داشتن و مجبور بودن که دنبال روی غرب باشن. به عنوان مثال صنایع انحصاری که در غرب، منظور از غرب آمریکای شمالی، اروپا و روسیه هست، صنایع انحصاری که در این کشورها وجود داشته طبق آماری که ارائه شده در سال 1950 93% صنایع فقط در غرب متمرکز بوده. همینطور حالا این روند به صورت کاهشی ادامه پیدا کرده. در سال 1975 55% از صنایع به صورت انحصاری بودند. در سال 2017 که بررسی شده طبق آخرین آمارها 0.9%، یعنی کمتر از 1% از صنایع هستند که صرفا در انحصار غرب هستند. مثل صنایع چی؟ مثلا فرض کنید مثل صنایع هوانوردی، مثلا ساخت هواپیماهای مسافربری یا بعضی از داروهای هایتک یا مواردی از این دست. خب در اینجاها الان این نشون میده که ما این روند رو اگر ادامه بدیم انشالله در کشورهای به اصطلاح شرقی وضعیت خیلی خیلی میتونه بهتر باشه، شاید حتی برعکس بشه این فرایند و این عدد منفی بشه. به چه معنی؟ به این معنی که صنایعی باشن که انحصاری در شرق باشن که غرب ازش مطلع نباشه. همچنین در حوزه اقتصاد شما نگاه میکنید میبینید که الان این آمار مربوط به سال 2016 هست و قاره های مختلف رو سهمشون رو از اقتصاد اومده بیان کرده. الان شما میبینید که قاره آسیا با توجه به اینکه سهم قبلا خیلی خیلی ناچیزی داشت، زیر 20% بوده، الان یک سهم قابل ملاحظه رو بهش مثلا رسیده و این سهم به صورت فزاینده در حال ادامه پیدا کردن هستش. ضمن اینکه در اقتصاددانهای بزرگ دنیا معتقد هستن که این سهم بسیار بزرگی که برای آمریکا در نظر گرفته شده، عملا این سهم یک سهم کاذب هست با توجه به بدهی‌های نجومی که آمریکا داره، عملاً یک اقتصاد ورشکسته است که حالا در ادامه در جلسات بعدی در این زمینه هم اگه فرصت بشه صحبتی خواهیم کرد، چون یک اقتصادی هستش که مجموعه بدهی‌های بسیار بالایی داره، 20,000 میلیارد دلار بدهی است و عملاً اقتصادش اقتصاد ورشکسته است، ولی فعلاً به دلیل قدرت سیاسی و نظامی و سلطه دلار فعلاً این اقتصاد ادامه پیدا کرده. حالا فعلاً به این مباحثش کاری نداریم. ما الان در قاره آسیا پتانسیل های بسیار بالایی رو داریم که آینده اقتصاد دنیا رو در دست داشته باشیم. الان از نظر جمعیت هم که حساب بکنیم، در مباحث اقتصادی جمعیت و وسعت و مساحت هم خیلی خیلی حائز اهمیت هست. 60% از جمعیت دنیا در قاره آسیا زندگی میکنن و این خودش یک سری پتانسیل های خیلی خوبی رو ایجاد میکنه. جلسه قبل هم خدمت شما گفتم که موقعی که نگاه میکنید میبینید که کشورهای آسیایی خیلی سریع در حال رشد هستند و پیش بینی میشه که در سال 2030 کشورهای چین و هند جز سه اقتصاد برتر دنیا باشن و دلگرم کننده تر از اون وقتی که ما وضعیت به اصطلاح دنیا رو میبینیم در اقتصاد در سال تا سال 2050 که شما نگاه میکنید کشورهای آسیایی چین، هند و اندونزی به اصطلاح جزء 4 تا اقتصاد برتر دنیا خواهند بود. یعنی اقتصاد و آینده دنیا انشالله در دست شرقی ها خواهند بود. من خودم به شخصه به عنوان یک آسیایی خیلی علاقمند هستم که یک روزی این نگاه تغییرآمیزی که از طرف غرب همیشه به دنیای غیر غربی وجود داشته این یک زمانی شکسته بشه و از بین بره. اما در این بین متاسفانه ما خودمون باز دوباره باید یک محل اعرابی برای خودمون پیدا بکنیم. الان کشورهای بزرگی رو در آسیا می‌بینیم که رشد شتابانی دارن، ولی متاسفانه ایران ما علی‌رغم داشتن منابع زیرزمینی بسیار زیاد، جوانان بسیار نخبه، جمعیت جوان
به اصطلاح با درصد بالایی که الان در کشور وجود دارن، ولی باز هم ما تحول اقتصادی رو نمیبینیم. البته حرکات به اصطلاح خوبی شروع شده، ولی متاسفانه پیشبینی های دنیا نشون نمیده که ما حتی ظرف مثلا فرض بکنید که 30 سال آینده هم بتونیم محلی از اعراب در اقتصادهای برتر دنیا داشته باشیم. و اینها هم خیلی به اصطلاح منوط به این میشه که ما دارای فکرهای عمیقی نیستیم در انجام کارهای مهندسی، کارهای صنعتی، پروژه های بزرگ. متاسفانه فکرهای کوچک و دلهای ترسانی داریم و با این طرز فکر و با این وضعیت نمیتونیم چندان امیدی به آینده داشته باشیم. البته همیشه امید باید داشت، اما امید فقط و امید صرف کافی نیستش. باید اقدامات به اصطلاح درخور و شایسته‌ای رو بتونیم تصمیم گیران کشور ما انشاءالله انجام بدن. موفق و پیروز باشید. خدا